سلام خوش اومدید به کلاس درس یک دسته از مسئله هایی که در فیزیک نیوتونی و کلا در مکانیک خیلی جذاب و مهم هستن مسئله های سطح شیب دارن و علتشون هم کاملا مشخصه در طبیعت ما خیلی سطح شیب دار داریم و تقریبا میشه گفت سطح افقی خیلی کمتر هست از سطوح شیب دار و لازم هست که ما بتونیم حرکت اجسام روی سطح شیب دار رو به خوبی تحلیل بکنیم مسئله سطح شیبداری که من میخوام امروز اون رو با هم حل بکنیم یک مسئله خیلی کلیه به من گفته شده که یک جرم به جر... یک جسم به جرم ام روی یک سطح شیبداری قرار داره که اول من فرض میکنم هیچ نیروی استکاکی وجود نداره و شیب این سطح شیبدار هست آلفا یعنی این زاویه آلفا هست پس وقتی شیب سطح شیبدار رو به شما میگن منظورشون زاویه هست که این سطح شیبدار با افق میسازه و هیچ استکاکی هم نداریم و به من گفته که شتاب این جسم رو برای من به دست بیار و خب من میدونم که این جسم در راستای سطح شیبدار حرکت خواهد کرد یعنی حرکت میکنه تا بیاد به پایین برای این کار میخوایم همون مراحلی رو طی بکنیم که در ویدئوی قبل یا در چند ویدئوی قبل با هم دیدیم که اون مراحل چی هستن اول از همه باید شکل بکشیم من از این شکل خیلی راضی ام در نتیجه همین شکل رو نگه میداریم پس مرحله اول رو با هم انجام دادیم مرحله دوم این بود که نیروهای وارد بر این سطح شیبدار رو با هم رسم میکنیم خب مثل همیشه یک نیرو هست که به جرم من در نزدیکی سطح زمین حتما وارد میشه و اون هم نیروی گرانشه بنابراین من یک نیروی در این راستا خواهم داشت که اسمش رو میذارم مثل همیشه W و میدونم که این مساوی هست با M جه. پس این میشه نیروی گرانش اما من میدونم که جسم من روی سطح قرار داره چون من جسمم به سمت بالا حرکت نمیکنه وقتی که داره در روی سطح شیبدار حرکت میکنه در حقیقت منظورم از بالا اینه که از سطح شیبدار جدا نمیشه بنابراین من میدونم که یک نیروی عمودی تکیگاه هم به جرم من وارد میشه در این راستا پس یادتون باشه که نیروی عمودی تکیگاه همیشه عمود بر تکیگاه هست و چون اینجا سطح شیب من عمود هست در حقیقت شیب داره نیروی عمودی تکیگاه من هم نسبت به محور وای ها شیب خواهد داشت و من اسم این رو میذارم این خب پس من الان تونستم دو نیروی وارد بر این جسمم رو تحلیل بکنم حالا آیا نیروی دیگه هم بر این جسم من وارد میشه خب من که نمیکشمش یعنی رهاش کردم استکاکی هم که وجود نداره بنابراین به نظر میرسه کار ما در مرحله دوم تمومه و ما تونستیم نیروهای وارد بر این جسم رو به صورت کامل تحلیل کنیم حالا باید بریم سراغ مرحله سوم مرحله سوم میگفت که محورهای مختصات مناسب رو انتخاب بکن این مناسب این لغت مناسب در این مسئله معنی خوبی داره یعنی ما باید واقعا محورهای مختصات مناسب رو انتخاب بکنیم و منظور از محورهای مختصات مناسب اینه که محورهای مختصاتی انتخاب بکنیم که در راستای حرکت جسم باشه اگر بتونیم این کار رو بکنیم در این صورت خیلی تحلیل حرکت برای ما راحت تر میشه خواهید دید این رو بنابراین در روی مسائل سطح شیبدار من همیشه محور x ها رو میگیرم این راستا بنابراین این میشه محور x های من اسمم میذارم x ها و این راستای عمود خب محور x و y که همیشه به هم عمود هستند دیگه این میشه محور y ها پس بنابراین این میشه محور y ها پس من محور های مختصات مناسب خودم رو هم انتخاب کردم و با مرحله سوم هم کارم تمومه حالا باید برم سراغ مرحله چهارم مرحله چهارم چی بود این که این نیروها رو روی محور های مختصاتی که انتخاب کردم تجزیه بکنم خب نیروی عمودی تکیگاه که اصلا نیازی به تجزیه کردن نداره چرا چون روی محور وای ها قرار داره در نتیجه خودش عملا تجزیه شده است و خواهید دید که در اکثر مسائل این اتفاق میفته یعنی اون محور مختصات مناسبی که شما انتخاب میکنید معمولا این ویژگی رو داره که نیروی عمودی تکیگاه روی محورها کاملا قرار میگیره اما این نیروی وزن رو من میتونم تجزیه بکنم به دو مؤلفه یکی مؤلفه ایکس های خودش یعنی مؤلفه که در این راستا قرار میگیره و یکی مؤلفه y های خودش پس بذارید من این دو بردار رو رسم کنم این میشه راستای اشتباه شده این میشه راستای y های نیروی وزن من و این میشه راستای x های نیروی وزن من خب حالا من باید این دو معلفه ای که تجزیه کردم رو اندازشون رو حساب بکنم تا بعد بتونم برم سراغ قانون دوم نیوتن رو از این کارها بکنم خب اینجا دیگه از اینجا به بعد مسئله تقریبا تبدیل میشه به هندسه و دیگه اصلا فیزیک نیست و هندسه این مسئله هم به این شکله که اگر من این خط رو اینجا یک خط مجازی به صورت موازی با این کف سطح شیبدارم رسم بکنم من میدونم که این زاویه هم آلفا خواهد بود به این دلیل که این زاویه آلفا و این دو دو خط موازی هن که یک خط مورب اونها رو رد کرده پس این زاویه آلفا خواهد بود بنابراین این زاویه من برابر با 90 منهای آلفا خواهد بود برای اینکه مجموع این دو زاویه میشه 90 درجه اینها به هم عمود هستند دو محور مختصات من بنابراین این زاویه من هم آلفا خواهد بود چون این زاویه 90 منهای آلفا به علاوه این ایکس جدید من باید بشه دوباره 90 درجه چون من این خط مجازیم رو موازی این کشیدم که عمود هست بر این راستای نیروی وزن بنابراین این, زاویه میشه آلفا خب این یک بحث کاملا هندسی هست که خودتون باید برید فکر بکنید من خیلی کوتاه توضیح دادم چون اینجا کلاس فیزیک هست اما به هر حال این زاویه میشه آلفا و در این صورت من میتونم به راحتی این دو نیرو رو تجزیه شده شون رو به دست بیارم چرا چون میدونم این نیرو یعنی در راستای محور ایگرگ ها میشه W بنابراین اسمش رو میذارم مثلا دبلیو وای مساوی میشه با W ضرب در کسینوس آلفا که مساوی میشه با ام کوسینوس کسینوس آلفا در راستای عکس محور وای ها و این نیرو مساوی میشه با دبلیو ایکس مساوی میشه با دبلیو ای ای سینوس آلفا که این مساوی میشه با امج جه سینوس آلفا در جهت مثبت محور ایکس ها خب پس من الان مرحله چهارم رو هم انجام دادم یعنی من تونستم نیروهام رو همه رو تجزیه بکنم به معلفه های ایکس و وای خودش و حالا کافیه که برم سراغ قانون دوم نیوتون و دیگه مسئله رو به صورت کامل حل بکنم خب شتاب این جسم در راستای محور وای ها چی هست یعنی در این راستای عمود بر سطح شیبدار آیا جسم من حرکت میکنه یعنی آیا فرو میره به سطح شیبدار یا یعنی آیا جدا میشن سطح شیبدار نه بنابراین آی وای من یعنی شتابش در راستای محور وای ها صفره بنابراین من نتیجه میگیرم که برایند نیروهاش در راستای محور وای ها باید صفر باشه و بنابراین من نتیجه میگیرم که ان باید مساوی باشه با ج کسینوس آلفا اندازش و دقیقا برعکس این چرا چون این نیروی وزن در راستای محور وای هایی که من اینجا دارم ام ج کسینوس آلفا بود و این باید دقیقا با ان برابر باشه که این دوتا هم رو خونسا بکنم و جسم من در راستای محور وای ها هیچ حرکتی نکنه از طرف دیگه در راستای محور X های من فقط همین یک نیروی WX یعنی نیروی ناشی از وزن جرم داره به جرم وارد میشه و نیروی در حقیقت ناشی از وزن جسم داره به جرم وارد میشه و هیچ نیروی دیگه ای وجود نداره چون من فرض کردم که هیچ نیروی استکاکی وجود نداره بنابراین برایند نیروهای وارد بر جسم در راستای محور X ها مساوی هست با ام ج سینوس آلفا در راستای محور X ها که این باید مساوی باشه با ام ضرب داره شتاب در راستای محور X ها ام با M ساده میشه بنابراین من نتیجه میگیرم که شتاب در راستای محور ایکس ها برابر هست با ج سینوس آلفا خب آیا این رابطه برای ما شهودیه یعنی قابل درکه خب این رابطه داره به من میگه که اگر تو آلفا رو همینطور از صفر درجه بیشتر بکنی اولا داره به من میگه که اگر آلفا صفر درجه باشه شتاب صفره چون سینوس صفر صفر و این کاملا قابل درکه یعنی اگر من یک صفحه افقی داشته باشم شتابی در راستای افق نخواهم داشت چون من هیچ نیروی وارد نمی کنم و در نتیجه جرمم در جای خودش ثابت میمونه بعد داره به من میگه همینطور که تو این شتاب این زاویه رو شروع میکنی زیاد شدن زیاد کردن شتاب جسم هم افزایش پیدا میکنه و همینطور تا رو برسونی به 90 درجه شتاب جسم دائم داره زیاد و زیادتر میشه که کاملا قابل درکه دیگه یعنی همینطور من دارم شیب این سطح رو بیشتر میکنم در نتیجه این جرم من راحت تر میتونه به سمت پایین حرکت بکنه تا 90 درجه که دیگه اصلاً عملا یک چیزی شبیه به سقوط آزاد خواهد شد وقتی که استکاک وجود نداره بنابراین این رابطه خیلی رابطه جالب و قابل درکی هست و به مستقل از جرم بودن شتاب هم دقت بکنید یعنی شتاب مستقل از این هست که جرم این جسمی که من اینجا گذاشتم چقدر هست و من هر چیزی این رو بذارم با یک شتاب یکسان ژ سینوس آلفا به سمت پایین حرکت خواهد کرد تا این جرم رو برسونه به سطح زمین خب خیلی هم خوب من این ویدیو رو دیگه نمیخوام سخت تر بکنم چون حالت با استکاک رو میخوام در ویدیوهای بعدی بررسی بکنم پس فعلا تا همین جا رو داشته باشین در ویدیوهای بعد استکاک رو هم وارد میکنیم تا ببینیم سطح شیبدار رو چیکارش میتونیم با هم بکنیم دیگه فعلا خداحافظ